این نوح ابن منصورم که همون آقای چیز دیگه امیریه که دقیقی رو به رایش ابیات شاهنامه دعوت کرد و همین بس دیگه به احترامش کلاه از سر برداره. الرزی ابوالقاسم نوح ابن منصور. چون نوح ابن منصور به خلافت بنشست هنوز بالغ نبود و 21 سال و 9 ماه ولایت داشت و با امیر ابوالحسن و با ابوالحارث محمد ابن احمد ابن فریقون خیشی کرد تا به دیشان پشت او قوی گشت. هم با سیمجوری ها وصلت کرد، هم با آل فریقون که در همون گوزگانان و اینا بودن و احتمالا از آل افریق بودن، و کارهای خیش به فایق الخاسته و تاش الحاجب سپرد. و چون به ولایت بنشست، ابو عبدالله ابن حفص سالار قاضیان بخارا را به رسولی نزدیک امیر ابوالحسن فرستاد و او را ناصر الدوله لقب کرد و عهد و خلعت فرستاد او را به سپه سالاری و عمل معونت و احداث نیشابور و هرات و قهستان. این عمل معونت و احداث تو زیرنویس همین صفحه مصحح نوشته به تاریخ بیهقی رجوع کنید، معنی محدث رو ببینید. من تو ذهنمه که محدثی که تو بیهقی بود قصه گو، حالا به نظرم میاد این همون معونت دیگه، کارگزاریه که یه چیزی شبیه دیوان خراج و اینا. و پیغام داد بر زبان ابو عبدالله قاضی که ما به جای تو استناع بیشتری از آن کردیم که تو چشم داشتی. اینو داره به ابوالحسن سیمجور میگه. زیرا که اندر تو نشان وفا و دلیل رشد دیدیم. نگر تا ظن ما خطا نکنی و سه چیز به تو ارزانی داشتیم که اسلاف ما نداشته بودند. یکی آن که خیشی کردیم با تو و آن دلیل راستی اعتقاد ما باشدن در تو و موجب ازدیاد شرف و قدر تو. دو دیگر زیادت ولایت و آن دلیل بزرگ داشتن کار تو باشد. و سه دیگر لقب نهادن مر تو را اندر مخاطبات و مکاتبات تا تو را رفعتی باشد میان اقران و امثال تو. چون این عهد و خلعت و پیغام به نزدیک ابوالحسن رسید سخت شاد شد و رسول را نیکو فرود آورد و فرزندی هرچه کریمتر نامزد کرد وصلت را. این باید بگم اینا حتما، تو زیرنویس نوشته که وصلت با سین توی هر دو نسخه بوده ولی مصحح به ذهنش نرسیده که شاید وصلت با صاد منظور بوده، با اینکه خود این آقای مصحح تو مقدمش نوشته که کاتبای هر دو نسخه هندی بودن و احاطه به زبان نداشتن و به همین خاطر هر دو نسخه پر غلطه، ولی باز نمیدونم، خیلی خیلی ایراد داره این تصحیح. خیلی به من اینو یاد میده که شاید خیلی مهم باشه آدم در مرکز فرهنگی زبان زندگی کنه. بگو امیر حسین. هیچی نه، گفتم کلی من گشتم توی عمید اون پایین مانده نشد احداث نوعی حقوق دیوانی. ببین توی چیز، مرسی که گفتی، توی تجارب الامم در این حد مثلا توضیح داده که یه کارگزاری بوده در دولت عباسی، یعنی از اونجا را میفته که یک دیوان مرکزی داشته و مسئولش تقریبا مثل مسئولیت خراج و ضیاع و اینا بوده، ولی باز چیز داره دیگه، چی میگم، اشتراک داره با بقیه کلماتی که اونجا هست، خیلی راضی نمیکنه. علی اصفر ثانی بگو. وسیلت اونم؟ وسیلت، بله. و ابوالحسین عبدالله ابن عتبی را به وزارت بنشاند اندر ربیع الاخر سنه 67. و چون امیر رضی وزارت ابوالحسین عتبی را خواست داد، یعنی پسر اون عتبی، نامه نوشت به امیر ابوالحسن به مشورت. امیر ابوالحسن سیمجور جواب نوشت که ابوالحسین جوان است. چون این استخفاف امیر ابوالحسن را ابوالحسین بشنید کینه گرفت و مسائل امیر ابوالحسن بر زبان گرفت.
عیوبش و عکس مناقب دیگه. و به هر وقت همی گفت که ابوالحسن عاجز است، از وی کار نیاید و خراسان به دو زایه است و همت او اندر مصادره و استخراج است. خیشی کردن با وی حالا خوب نیست. و چندان بگفت از این نوع تا امیر رضی او را معزول کرد و نامه از بدو فرستاد. و ابوالحسین عتبی مر رسول را فرمود تا پیغام در ملا به ابوالحسن گذارد و به آواز بلند. چون رسول به نیشاپور رسید، امیر ابوالحسن اندر مرکب ایستاده بود. رسول این پیغام بر حکم مثال وزیر بگذار. این به این دست بود. امیر ابوالحسن احتمالاً تیره شد. خشم گرفت و گفت والی خراسان منم و سپه سالار ابو علی پسر من. والله که من ستاره به روز به دیشان نمایم. مسئله قشنگ. و طبل بزد و لشکر بیرون آورد. و چون خبر به ابوالحسین عتبی رسید تنگ دل شد و از آنچه گفته بود پشیمان شد و اندیشه همی کرد که امیر او را خشنود کند و این گناه بر گردن من کند و مرا بند کند و باز دارد. حالا این نگرانی ها را ابوالحسین عتبی داره که دیگر روز نامه منهی آمد که ابوالحسن از آن پشیمان شد، راضیست بدان چه فرمایند از ولایت و عزم. و پس امیر ابوالحسن ثقات نیشاپور را با بو نصر احمد ابن علی المیکالی بفرستاد تا عذر او بخواستند. ابوالحسین شاد شد. این بو نصر احمد ابن علی المیکالی هم برای اونایی که بیهقی نخوندن میدونن که اینا آل میکال مدعی بودن که از نسل بهرام گورن و شخص مشهورشون هم که حسنک بود دیگه، که ظاهرا با همین بو نصر هم اختلافاتی داشتن. این آقا رئیس نیشابور بود. پس امیر رضی سپه سالاری به ابوالعباس تاش الحاجب داد و امیر رضی نو او را حسام الدوله لقب کرد و تاش به نیشابور آمد طبق معمول سپه سالارا. نیمه شعبان سنه اهدا و سبعین و سلاسمه و یک سال آنجا بنشست و ابوالحسین عتبی در کار تاش عنایت داشت که تاش از غلامان پدر او بود و ابوالحسین مرفائق و قابوس را و چند سرهنگ دیگر را سوی گردان فرستاد به حرب بویه و خود به راه یه جایی برفت. تو پرانتز سریع بگم یادتونه از این بچه های آقای رکن الدوله، اسد الدوله و معید الدوله و اون یکی فخر الدوله نپذیرفت بزرگی برادرش اسد الدوله رو و همین باعث شد که خوندیم هم در جامع التواریخ هم جای دیگه که این باعث شد بیاد به سمت گردان از قابوس کمک بخواد. طبعا قابوس هم که حمایت سامانیان رو داشتیم به مجموعه جنگ هایی منجر شد بین سامانیان و آل بویه که فخرالدوله، همین کسی که اینجا اسمشو میگه علی ابن الحسن ابن بویه، جزء تیم سامانیان بود و علی ابن الحسن ابن بویه همون فخرالدوله آن حرب را از برادر خیش بخواست و اول بر علی کامه زد که اینم پسرموشون بود و او را هزیمت کرد و خود به استراباد شد و اهل خراسان به غارت مشغول شدند و تاش مر علی را باز خواند، همون فخرالدوله رو، و ابو شجاع فناخسرو یعنی اسدالدوله از بحر برادر خویش بویه که اسم معیدالدوله بود 7000 مرد مدد فرستاد، 4000 از یک جانب و 3000 از جانب دیگر. چون مدد بوییان در رسید، لشکر تاش را برگرفتند و هزیمت کردند و تاش به لشکرگاه خویش آمد، فرمود تا لشکرگاه را آتش زدند و خود برفت. چون لشکر بویه ابن الحسن قصد کردند، یعنی معیدالدوله قصد کردند که بر اثر هزیمتیان اندر خراسان آیند، ایشان را خبر رسید که فناخسرو بمرد اسدالدوله و لشکر بویه فرود ایستاد و نیز سوی خراسان نیامدند و یعنی خراسان و تاش را لاش کردند. و امیر ابوالحسن سیمجور را از بخارا نامه رسید که دراعه احتمالاً پوش و به خانه بنشین.
شاید اشاره به اینه که دره لباس زنان هم بود. و او چنان کرد و لشکر به پسر خویش امیر ابو علی داد و او را به مدد حسین ابن طاهر به سیستان فرستاد، یعنی به جنگ خلف. و امیر خراسان پوشنگ او را داد و ابو علی برفت. و چون خبر به سیستان به امیر خلف رسید، غلامان بایتوزی و احراران را نامزد کرد با مقدار 4000 سوار و 4 پیل تا بر امیر ابو علی تاختن آوردند. او با 1000 سوار بود. شمشیر اندر نهادند و بسیار مردم بکشتند و آن پیلان را بستدند. چون این خبر به بخارا رسید، ابو علی را احماد کردند و ولایت بادغیس را دادند و میان وی و ازان تاش وصلت کردند. و امیر ابوالحسن گله ابوالحسین عتبی به فایق نوشته بود و قصه آن سقط گفتن و استخفاف کردن، همین که در ملأ عام حکم عزلش رو خونده بودن. فایق گفت من حیله آن بسازم. پس گروهی از غلامان ملکی را بفریفت از آن غلامان خدای ناترس و هر یک را مالی بداد تا ایشان مر ابوالحسین عتبی را بکشتند و به نزدیک پدرش دفن کردند. جامع تواریخ که از روی تاریخ یمینیه و خوندیم اون بخششو، میگه که بعد از مرگ ابوالحسین عتبی وزارت به این آدم ختم شد و خراسان دیگه همچین وزیری رو ندید. ولی خب نکتهش اینه که نویسنده اون کتاب تاریخ یمینی هم فامیلیش عتبیه دیگه، یعنی شاید یک نسبتی بوده. و کارها مضطرب گشت و تاش را به حضرت بخارا باز خواندند و تاش قصد آن کرد که کین ابوالحسین عتبی باز خواهد، فرصت نیافت. یادمونه دیگه، تاش متحد عتبی بود، یعنی الان تاش یه طرفه، در طرف مقابلشون فایق خاصه و سینجوریان، ابوالحسن و ابو علی یک طرف. پس ابوالحسین محمد ابن محمد المزنی را به وزارت بنشاندند و کارها راست شد و امیر ابو علی سینجور خلیفتی به نیشاپور از تاش بخواست و تاش برو داد و آن خطا بود که تاش کرد. تاش سپهسالاره، به نوعی آرکیدوک نیشابوره و حاضر میشه ابو علی سینجور پسر دشمن مسلمش رو جانشین و خلیفه خودش کنه در شهری که مرکز قدرتش. و چون ابوالحسین عتبی بمرد، کارش سست شد و فائق و ابوالحسن قصد او کردند و مردمان را برانگیختند تا تظلم تاش پیوسته کردند. و فائق و ابوالحسن قصد او کردند و مردمان را برانگیختند تا تظلم تاش پیوسته کردند. و فائق و ابو علی و ابوالحسن تدبیر کردند و ابو علی عمال تاش را بگرفت و مالی عظیم بستد. و ابوالحسین مزنی همون وزیر را باز داشتند، اندر حال بیمار شد و بمرد. این آقای مزنی یا مزنی انقدر نامهمه که حتی احتمال مسموم کردن و اینا را هم نمی‌رسن. و ابو محمد عبدالرحمن ابن احمد الفارسی را به وزارت بنشاندند و غلبه ابو علی و فایق بسیار شد. آخر بران قرار گرفت که نیشاپور تاش را، بلخ فایق را، هرات ابو علی را و بادغیس و گنج رستاق و قهستان ابوالحسن را باشد. یادمون باشه ابوالحسن سیمجور قهستان را میگیره، خراسان جنوبی. تاش به نیشابور آمد و طائنان او فرصت یافتند به بد گفتن و تحریض و تزریق و بد محضری همی کردند تا تاش را معزول کردند و عبدالرحمن را از وزارت باز نشاندند. اندر ماه ربیع الاول سنه 76 و سپهسالاری خراسان به امیر ابوالحسن دادند سینجور و نصاب و باور تاش را دادند. دیگه اون پتوالا هرچی بود یه چیزی هم به اون دادن، کوچولوی نصاب و باور. چون تاش خبر عزل بشنید به سرخس بیستاد و سوی نسا نیز نرفت. و ابو سعید شیبی که عموماً ابو سعید شبیبی می نویسند و عبدالله ابن محمد ابن عبدالرزاق در نیشابور بودند. اینا یاران
تاشن، یکیشون که پسر ابو منصور عبدالرزاق، اون یکی هم از نزدیکان تاشه. اینا در نیشابور بودن. چون امیر ابوالحسن بیامد شهر بپرداختند و به نزدیک تاش شدند و یه چیزی نظم او را بدیدند و امیر ابوالحسن در نیشابور شد. تاش بیامد و شهر بر او حصار کرد و علی ابن حسن ابن بویه تاش را مدد فرستاد. کیه این؟ همون فخرالدوله. یادمونه فخرالدوله بعد از این که عمری فرار کرد، حالا چند سالی در فرار بود از برادرانش، یهو به علت مرگ برادرانش تبدیل شد امیرالامرای آل بویه با در واقع خوشفکری صاحب ابن عباد و بخشی از این دوران امارتش رو در همون گرگان و استرابود و اینا میگذرون. ارتباطی هم از گذشته با تاش داد، مدد فرستاد. تاش را مدد فرستاد تا حرب کردن و ابوالحسن شهر بپرداخت و سوی قهستان رفت که سهمش بود و از ابوالفوارس ابن ابی شجاع مدد خواست. این که این پسر عزادالدوله است، پسرهای زیادی داشت عزادالدوله، یکی از اینا این آقای ابوالفوارس که شرفالدوله معروفه. این محل حکومتش کرمان بود، نزدیک به قهستان. طبعا با عموش هم مشکل داره، کمک فرستاد بسه. یعنی جنگ نیابتی هم شد. ابوالفوارس 2000 مرد فرستاد و فائق نیز بیامد و به نیشابور آمدند و تاش را هزیمت کردند و این هزیمت هفتم شعبان بود سنه 77 و 30. و بسیار دیلم بگرفتند و منصور ابن محمد ابن عبدالرزاق اندر میان بود نیز گرفته شد. همه را به خراسان فرستادند و منصور را بر گاوی نشاندند و به روز اندر بخارا آوردند و تاش تا به گرگان شد. علی ابن الحسن ابن بویه فخرالدوله او را نیکو پذیرفت و هدیه های بسیار داد و خود سوی ری رفت و گرگان با قله و مال بدو سپرد و تاش به گرگان بمرد اندر سنه 78 و 30. یعنی حدود یه سال بعد از اون شکستی که از ابوالحسن سیمجور فائق خورد به لطف دیلمی های کرمان. و پس مر ابو علی محمد ابن عیسی دامغانی را به وزیری بنشاندند دهم ماه ربیع الاخر سنه 78 و 30. هشم ابو نصر ابو زید را بپسندیدند. ببخشید، هشم ابو نصر ابو زید را بپسندیدند، خواسته لشکریم. تا دیگر بار وزارت مر ابو علی دامغانی را دادند و تا خان، همون ایلک خانیان آل افراسیاب، به بخارا آمد وزیر او بود و چون خان بازگشت او را ببود. به سمرقند فرمان یافت قره رجب سنه 82 و 30. روز اول رجب که اگه روزه بگیرید هرچی از خدا بخواید بهتون میده. و امیر ابوالحسن روزی به باغ خرمک شد و کنیزکی را دوست داشت با وی بخور. بر شکم او خفته بود جان بدادند در ذی‌الحجه سنه 78 و 30. و اندر این وقت امیر ابو علی سیمجور به هرات بود و امیر ابوالقاسم سیمجور نیشابور نگاه داشت. دشمنان تضریب ها کردند میان برادران. چون ابوالقاسم بدانست از نیشابور به هرات آمد و خزینه و غلامان امیر ابوالحسن به نزدیک ابو علی آورد به هرات اندر سنه 79 و 30 به برادرش سپرد. پس نوح ابن منصور سپه سالاری به ابو علی داد، ابو علی سیمجور، و عهد و لوا و خلعت فرستاد و او را عماد الدوله لقب کرد اندر سنه 81 و 30. و فائق به بخارا بازگشت بی فرمان و آنج حاجب و بکتوزون با وی حرب کردند. او را هزیمت کردند، به بلق شد. و چغانیان، سرزمین چغانیان، ابوالحسن طاهر ابن الفضل را دادند. یه توضیح کوچک، این ابوالحسن طاهر ابن الفضل برادرزاده اون ابو علی چغانیه و ابوالمظفر چغانی که خط پایین اسمش رفته احتمالاً نوه ابو علی چغانیه. عملا در چغانیان هم سر مشکلات اینا باز یک جنگ نیابتی برگزار شد. چغانیان دادن به کی؟ ابوالحسن طاهر ابن فضل. امیر طاهر ابن الفضل بیامد و
و ابوالمظفر به نزدیک فائق شد. ابوالمظفر اونجا ابوالمظفر چغانی بود، چون نزدیک به فائق بود دادن به یکی دیگه از چغانیان، یه فامیل دیگه، و فائق او را نصرت کرد و با طاهر ابن الفضل حرب کرد و طاهر اندر آن معرکه کشته شد. و چون ابو موسی هارون ابن ایلک خان از ترکستان به اسفیجاب آمد، تاختن آورد و سرهنگان فائق را سرهنگان فائق را به خرتنگ بگرفت و فائق به زینهار خان شد و با وی به بخارا آمد و نوح ابن منصور متواری بود. فائق بلخ را از خان بخواست به دودا و خود بازگشت و امیر ابو علی را سپاه و سلاح و خزینه بسیار شد. دست اندر ولایت امیر خراسان کرد و همه مادون و نشت بگرفت و بر خراج و اجلاب و معادن و احداث و ضیاع سلطانی مستولی گشت. اجلاب جمع جلبه، یعنی اون چیزایی که از شهری به شهری میبرند. شاید اینجا منظور یه چیزی از جنس گمرکی یا حق عبور نباشه. و هر استخفافی که بتوانست به امیر نوح بکرد اولی سینجو، و خیشتن را امیر الامرا المعید من السماء لقب کرد و خطبه منبرها بر نوح بداشت. و چون ایلک به اسفیجاب آمد، ابو علی سوی ایلک نامه نوشت و بدو میل کرد. ایلک به بخارا آمد و به جوی مولیان فرود آمد اندر ربیع الاول سنه اثنا و ثمانین و ثلاثمئه، و نوح همین نامه نوشت و رسول فرستاد به ابو علی که بیا که خان آمد. البته ابو علی از آن نامه نیندیشید و لشکر خواست از وی هم نفرستاد، کلن بیمحلی میکرد به نوح. و خان یک چند بیمار شد به علت بواسیر و بازگشت، و به وقت رفتن ولایت عبدالعزیز ابن نوح ابن نصر را سپرد و خلعت نیکو بداده شد و او را گفت این ولایت از نوح ستدیم و به تو سپردیم. و ایلک به قشقارباشی بر سیدو بمرد. و نوح مر عبدالله ابن محمد ابن عزیز را از ولایت نفی کرده بود به خوارزم. چون به آموی رسید او را بخواند و کار خویش بدو سپرد. و چند بار به ابو علی نامه نوشت، او را بخواند و مال خواست و لشکر خواست، البته هیچ اجابت نکرد و تکبر بکرد و گردن کشید تا خدای عزوجل کار نوح نیکو کرد و آن شغل بی منت کس شفاعت کرد و به بخارا باز آمد. امیر ابو نصر سبکتگین از پس آلپتگین الحاجب مستولی گشت بر غزنه و گردیز و پروان و کابل و بوز و آن ولایت ها که غلامان قراتگین داشتن. البته توجه کنیم دیگه، الان میدونیم خوندیم بالاتر، بعد از سال 382 قمریه، یعنی بیش از 30 ساله که آلتگین مرده، 16 ساله که مثلا 17 ساله که سبکتگین به عنوان والی زیر دست سامانیان به حکومت غزنه نشسته. عملا دیگه فست فلش فوروارد اینجا داشتیم دیگه. و چون جفا و استخفاف ابو علی بر امیر رضی بسیار شد، پس امیر نوح سوی امیر سبکتگین رحمه الله نامه نوشت و از ابو علی شکایت کرد و او را بخواند. و امیر سبکتگین به کش و نخشب شد و بر عهدی که بایست بکرد. و ابو علی از مرو به نیشابور آمد اندر رجب سنه 383. و نامه های امیر سبکتگین رسید سوی وی بر وعده و وعید، هیچی نداشت. ابو علی مصر بی استاد و بر بی فرمانی، و هر چند که پند بیشتر دادن تکبر زیاد کرد. برعکس متون دیگه ای که وقتی ابو علی کشته میشه ما خیلی دلمون میسوزه، اینجا یه جوری ابو علی و پافشاریش بر تکبر رو شرح میده که آدم اصلا دلش نسوزه. و چون از حد بشد نیز جای احتمال نماند. نوح از بخارا به مرو آمد و از مرو به هرات آمد با لشکر خویش و امیر سبکتگین سالار بود و ابو علی از نیشابور به هرات آمد. بیرونه لشکرگاه زد با برادران و فائق و دیگر امیران و رسولان اندر میان شدند که صلح کنند. سرهنگان ابو علی رضا ندادند و گفتند
نوح و سبکتگین یقین دارند که غلبه ما را خواهد بود. دیگر روز سر عین هرات مثلا مردان نوح و سبکتگین بگرفتند. چون ابو علی و لشکر او چنان بدیدند پشیمان شدند و نیز سود نداشت. و مر ابو علی را صاحب خبری بود و امیر سبکتگین او را همی شناخت. اما چون در ناگفتن او صلاحی دید هیچ پدید نکرد. یک جاسوسی داشت ابو علی در دم و دستگاه سبکتگین. سبکتگین هم میدونست ولی نگه داشته بود. رو نکرده بود که یه جایی استفاده کنه از این موضوع. همون چیزی که به ذهنمون میرسه. روزی ثقه‌ای بیامد و یک آدم قابل اعتمادی بیامد و امیر سبکتگین را بگفت دارا ابن قابوس از حربگاه به زینهار خواهد آمد و من بروم تا وی بیاید. این قابوس هم که یادمونه بعد از اینکه فخرالدوله به امیرالعمرایی رسید عملا بی سرزمین شد. 18 سال بی سرزمین در از باد در خراسان بود. طبعا بچه‌ش هم بسپرش. امیر سبکتگین شاد شد. پس آن جاسوس را حاضر کرد بر سبیل شغلی فرمودن و پس با ندیمی از آن خویش همی گفت چنان که آن جاسوس همی شنید که ابوالقاسم سیمجور و فائق و دارا همی به زینهار ما آیند. دوتا هم اضافه کرد گذاشت و یکی از ایشان پذیرفته است که ابو علی را بگیرد و به دست ما بسپارد و این امیر عادل به کار دیگر مشغول گرد. جاسوس ابو علی را آگاهی داد. ابو علی بددل گشت و رغبت صلح کرد. پس از آن که اجابت نکرده بود چشم داشت که مگر کسی بیاید به صلح و هیچ کس نیامد. و چون بامداد شد خذلان اندر لشکر ابو علی پدید آمد. درمونده شد. هیچ شک نکرد که هزیمت شوند. غلامان و رایات از هر سوی پدید آمد و پیلان مست بسیار و سوار و پیاده چندان که زمین پدید نبود. و ابو علی بر بالا ایستاده بود نگاه کرد دارا زینهار ستد. او را آن سخن جاسوس درست آمد. ترس او بیشتر شد. پس بانگ طبل و بوق و دهل و دبدبه و گاودم و سنج و آینه فیلان و کرنای و سپید مهره بخواست و نعره مردان و بانگ اسبان چنان که جهان تاریکی گرفت و باد بخواست و خاک و خنگ شاید اندر بید. ابو علی برفت با گروهی از غلامان و هر چه بود آنجا بگذاشت و این حرب اندر سنه 84 و 83. و پس امیر خراسان و لشکر سبکتگین اندر آمدند و اندر لشکرگاه ابو علی افتادند و از همه خواسته ها غنیمت کردند و ابو علی و سپاه او برفتند و به شب اندر نیشابور در آمدند. و امیر رضی نو مر امیر سبکتگین را ناصر الدین و دوله نام کرد. پس او ابوالقاسم محمود ابن ناصر الدوله را سیف الدوله لقب کرد. یا شاید پس او ابوالقاسم محمود ابن ناصر الدوله را سیف الدوله لقب کرد. و امیر محمود با امیر نوح به هرات بازایستاد تا آن شغل‌ها که آنجا بود تمام کردند و از آنجا به نیشابور باز آمدند. و چون ابو علی سیمجوری مذلت و حقارت خویش بدید به عذر آمد. نیز عذرش نپذیرفتند و چون نومید شد سوی گرگان رفت. بندر سنه 85 و 83 صاحب ابوالقاسم ابن عباد بمرد. انقدر خبر مهمه که با اینکه ربطی نداره اون وسط می آره. یا ببخشید علی بگو میسیج های چیزو میبینیم علی اصغر میبینیم خوندی پس او چیز علی اصغر داشت پسر او راجب سبکتگین و آها اصلا شاید پست باشه درست مرسی علی. کسی دیگه یه چیزی میخواست بگه؟ نه فقط میخوام بگم تا کجا میخونی؟ این الان تموم میشه. آره این پاراگراف رو بخونیم تموم شد. باش. بله. اندر سنه 85 و 83 صاحب ابوالقاسم ابن عباد بمرد و امیر نوح به بخارا باز رفت و امیر سبکتگین
به هرات و پوشنگ بود و امیر محمود به نیشابور بود به ضبط کردن اشغال آن ناحیت. و ابو علی و فائق با لشکر گران بیامدند اندر سنه خمسه و ثمانین و ثلاثمه. ادامه قصه رو در هفته آینده بخونم. زار نکنه. از شما بخونم.